سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده اتمی ایران، اعلام کرده است موارد اختلاف با قدرت‌های جهانی در مورد جزئیات توافقنامه ژنو حل شده و این توافقنامه از آخرین روز دی ماه اجرا خواهد شد. باراک اوباما در بیانیه‌ای از این توافق استقبال کرده است. کاترین اشتون، هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم با استقبال از این توافق موفقیت طرفین را در اجرای برنامه اقدام مشترک ستود. در هفته های اخیر گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای تعیین سازوکار اجرای توافقنامه ژنو برگزار شد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه گفته است با توافقی که برای اجرای برنامه اقدام مشترک که در نوامبر سال جاری به دست آمد، جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در طول یک دهه با اقدامات مشخصی برای توقف توسعه برنامه هسته‌ایش و به عقب برگرداندن برخی قسمت‌های اصلی این برنامه موافقت کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این بیانیه توافق به دست آمده را پیشرفتی محسوس و واقعی دانسته و آن را گامی مهم و رو به جلو توصیف کرده است. باراک اوباما در این بیانیه با اشاره به تعهدات ایران در توافق ژنو گفته است تا زمانی که ایران تعهدات خود را اجرا کند و ما بتوانیم به راه حلی فراگیر و جامع برای برنامه هسته‌ای ایران دست یابیم، بخشی از تحریم‌ها به صورت محدود کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است در همین حال ما به شدت نظام تحریم‌های علیه ایران را ادامه می‌دهیم و چنانچه ایران تعهدات خود را اجرا نکند، ما تحریم‌ها را تشدید خواهیم کرد. باراک اوباما تصریح کرده است که تحریم‌های بی سابقه و اقدامات دیپلماتیک باعث بازگشت ایران به میز مذاکرات شد. وی اضافه کرده است تحریم‌های مضاعف و تلاش‌های ما برای حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران را به مخاطره انداخت و من هر نوع مسببه تحریم تازه را در جریان مذاکرات وتو خواهم کرد. کاتی نشتون، هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم شب گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد گروه 5 به علاوه 1 و ایران درباره شروع اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو از تاریخ 20 ژانویه توافق کردند. به گزارش رویترز، خانم اشتون موفقیت طرفین را در اجرای برنامه اقدام مشترک ستود و تاکید کرد پایه‌های اجرای منسجم، نیرومند و هماهنگ این توافق از قبل گذاشته شده است. وی تصریح کرد ما از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز می‌خواهیم تدابیر لازم را در زمینه نظارت‌ها و اقدامات راستی‌آزمایی انجام دهد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز با صدور بیانیه یادآور شد مذاکرات بهترین فرصت برای ماست تا این موضوع مرتبط با امنیت ملی را به صورت صلح‌آمیز و در روندی پایدار حل و فصل کنیم. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران یک شنبه شب در نشستی خبری در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر توافق گفت تا الان تماس‌های ما با خانم هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای آخرین هماهنگی‌ها ادامه داشت و نهایتاً با 5 به علاوه 1 درباره نحوه اجرای گام اول برنامه اقدام مشترک یا همان توافقنامه ژنو توافق کردیم. وی تصریح کرد دو طرف به یک برداشت واحد از نحوه اجرای توافق رسیدند و گام اول از 20 ژانویه یعنی 30 دی ماه اجرایی می شود. معاون وزیر ایران همچنین اضافه کرده است بر اساس گام اول ایران و 5 به علاوه 1 هر کدام تعهداتی را قبول کردند. همه این تعهدات در یک روز شروع به اجرا شدن می کند. همه تحریم هایی که قرار است آنها تعلیق کنند و در متن این توافق نامه آمده است از 20 ژانویه تعلیق خواهد شد و اقداماتی که قرار است ما در رابطه با تعلیق 20% انجام دهیم و اقداماتی که قبول کردیم انجام نشود و جلوتر نرود از روز 20 ژانویه اجرایی خواهند شد. عباس عراقچی تصریح کرد به جز یک مورد از هر دو طرف و آن یک مورد هم از سوی آنها مربوط می شود به پرداخت 4.2 میلیارد دلار از دارایی های ایران در خارج از کشور و آزاد شدن آنها و از سوی ما تبدیل مواد غنی شده 20% به اکسید یا رقیق سازی آن،
این کار از طرف ما و اقدام از سوی آنها در یک دوره زمانی 6 ماه صورت خواهد گرفت که در 6 نوبت این کار انجام می شود، نوبت هایی که ممکن است کم و زیاد هم بشود. وی همچنین گفته که قرار است آزادسازی 4,200,000,000 دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در 8 نوبت آزاد شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین به همراه آلمان، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1/3 آذر ماه سال جاری به توافقی موقت برای حل مناقشه هسته ایران دست یافتند. طبق این توافق ایران پذیرفت تا طی 6 ماه بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق و یا متوقف کند و در مقابل کشورهای 5 به علاوه 1 نیز در این مدت 6 ماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال نکنند و برخی تحریم‌ها را کاهش دهند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حسن روحانی را به افراطی‌گری متهم کرده و گفته در صورتی که اظهارات افراطی مشاوران وی استمرار داشته باشد مجلس روحانی را جهت پاسخگویی احضار خواهد کرد. حسن روحانی در دیدار با هنرمندان گفته بود نگرانی از دریافت کارت زرد مجلس به علی جنتی وزیر ارشاد ندارد و مخالف نگاه امنیتی به مقوله هنر است. اظهارات وی با خشم محافظه‌کاران مواجه شده و رسانه‌های محافظه‌کار حملات هماهنگی علیه جامعه هنری ایران و روحانی آغاز کردند. آقای کریمی قدوسی همچنین گفته مشاوران روحانی نقش‌هایی را برای دولت تعلیف می‌کنند که این اقدامات دولت را در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. اشاره وی به سخنان اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری است که گفته 80 نماینده مجلس برای توقف دولت برنامه ریزی کردند. ترکان از مردم خواسته فعالیت این 80 نماینده را به خوبی رصد کنند و اگر دیدند که این رفتار درست نیست در انتخابات مجلس آینده تجدید نظر کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی با دفاع از آزادی مطبوعات گفته است کسانی که از بیان حقایق میترسند از سانسور در رسانه‌ها استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از اعضای انجمن دفاع از آزادی بیان گفته است در دنیای معاصر هیچ سدی نمی‌تواند جلوی آگاهی مردم را بگیرد. عیسی سحرخیز، بدر صدات مفیدی و محمد جواد مظفر قبل از صحبت‌های آقای هاشمی گزارشی از وضعیت رسانه‌ها ارائه دادند. مصطفی تاجزاده در نامه خطاب به احمد جنتی به ادعاهای وی که هفته گذشته و در جمع ناظران شورای نگهبان مطرح شده بود پاسخ داد. به گزارش نوروز این زندانی سیاسی با سخیف و گستاخانه خواندن اظهارات احمد جنتی در خصوص وقایع پس از انتخابات 88 آورده است زمانی که ملت اراده کند که سرنوشت خیش را تعیین کند شما و حامیانتان کوچکتر از آنید که بتوانید در برابر خواست ملت بایستید. عضو ارشد جبهه مشارکت در بخش دیگری از نامه خود آورده است متاسفم که اعلام کنم شما جرائم بزرگی مرتکب شده اید که علاوه بر دروغگویی خیانت در امانت مردم با دست بردن در آراء آنان و تغییر نتیجه انتخابات از جمله آنهاست. تاجزاده نوشته است ادعا کردید فتنه‌گران برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی آراء مردم را زیر سوال بردند. این ادعای کذب را در حالی مطرح می کنید که خود شما اولین نفری بودید که اتهام تقلب در انتخابات مجلس سوم در سال 67 را متوجه وزارت کشور وقت کردید و بر آن اعتقاد ماندید که در آن انتخابات تقلب شده است. اما چند روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با جمعی از هنرمندان در تالار وحدت تهران تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا دانست انتقادهای اصولگرایان به سخنان او همچنان ادامه دارد. برخی رسانه‌های اصولگرا وی را متهم به بی‌تفاوتی و ترویج اباگری کردند. در این خصوص حسن رحیم‌پور از قدی عضو شورای انقلاب فرهنگی ادعا کرده است که پیامبر اسلام حکم به ترور شاعران مخالف خود حسن رحیم‌پور از قدی عضو شورای انقلاب فرهنگی در ایران در انتقاد از سخنان حسن روحانی ادعا کرده است که پیامبر اسلام حکم به ترور شاعران مخالف خود داده است. آقای رحیم‌پور ازقدی که از 9 سال پیش به حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عضویت شورای انقلاب فرهنگی در آمده است، پیش از این به عنوان یکی از نظریه پردازان نیروهای تندرو در ایران شناخته می شود. آقای رحیم‌پور ازقدی بیان که نامی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران ببرد به بخشی از سخنان او پاسخ داده است که گفته بود
تقسیم بندی هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در واکنش به سخنان روحانی در جمع هنرمندان افزود که به باور او هنر ادامه دادن راه کشته شدگان در راه اسلام و فریاد زدن فریادهای آنان است. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود هم در واکنش به سخنان روحانی گروهی از هنرمندان را علف هرز، بیدرد و هنرمند نما توصیف کرد و درباره حسن روحانی نوشته است که انتظار نمی رود رویکرد سکولاریستی به هنر از سوی ایشان توجیه شود. روزنامه کیهان بیش از 2 دهه است که روشنفکران و هنرمندان را هدف حملات و انتقادهای تند و تیز خود قرار داده است و آنها را ناتوی فرهنگی معرفی می کند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز روز شنبه در یادداشتی با انتقاد از اظهارات تازه حسن روحانی نوشت ساخت فیلم‌های زیرزمینی و دور زدن وزارت ارشاد و نشان دادن تصویری خشن، سیاه و ناامیدانه از کشور چه تعریفی جز اقدام علیه امنیت دارد؟ از سوی دیگر محمد کاظم انباللویی دبیر سیاسی مؤتلفه اسلامی نیز در سرمقاله روزنامه رسالت با اشاره به سخنان تازه حسن روحانی نوشته است وقتی یک عده از به اصطلاح هنرمندان طی 3 دهه گذشته در عرصه کتاب مطبوعات و سینما با مذهب رسمی کشور و نظام و قانون اساسی اعلام جنگ کردند وظیفه رئیس جمهور چیست؟ این حملات شدید و لحن همراه با اهانت و اتهامات تازه علیه هنرمندان و نیز سخنان روحانی در حالی است که روزنامه شرق دیدار چهارشنبه شب حسن روحانی با هنرمندان در تالار وحدت را کارت سبز هنرمندان به روحانی توصیف کرده است و روزنامه اعتماد ضمن انتشار متن سخنان و یادداشت‌هایی در حمایت از این دیدار از قول هنرمندان شرکت کننده در این دیدار خطاب به حسن روحانی نوشته است برای دیدبانی از هنر اجنه‌ها را انتخاب نکنید. در همین راستا علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حین بازدید از خبرگزاری ایرنا درباره توقف نشریه یار اسارت الحسین گفت این هفته نامه به دلیل نشر اکاذیب توهین آشکار و استفاده از ادبیات لومپنی در شأن جمهوری اسلامی نیست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت برخی افراد که طرفدار دولت پیشین بوده و از روی کار آمدن دولتی با سیاست‌های جدید ناراضی هستند از سوی در پی دست گذاشتن روی نقاط ضعف دولت جدیدند و از سوی دیگر در کار خبری خود دست به جعل و تحریف می‌زنند و اخبار را بنابر سیاست‌های خود تحریف می‌کنند. جنتی افسود که این افراد برای دولت 11 شناخته شده هستند و طبیعی است که از سیاست‌های کنونی فرهنگی دولت 11 ناراضی باشند. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه 18 دی در دیدار با جمعی از هنرمندان در تالار وحدت تهران با بیان اینکه وظیفه دولت مداخله در هنر نیست، تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا دانست و به انتقاد از هنر فرمایشی پرداخت. رئیس جمهور ایران همچنین نگاه امنیتی به هنر را بزرگترین اشتباه امنیتی برشمرد و اظهار داشت همه باید بدانیم که هنر خطر نیست و هنرمند امنیت کشور را به مخاطره نمی اندازد. به هنر و هنرمند اعتماد کنیم. روحانی با بیان اینکه هنر و آزادی رابطه مستقیم دارد اظهار داشت در غیر فضای آزاد هنر واقعی خلق نخواهد شد. ما در بخش هنر نمی توانیم با دستور هنر را بیافزاییم و خلق کنیم. او همچنین متهم کردن هنرمندان به فساد را کار غلط و اشتباهی دانست و افسود برخی هنرمندان ما را به غرب زدگی متهم می کنند. استدلال آنها این است که بدنه هنری جامعه ما را فساد فرا گرفته است. این بنا را باید ویران کرد و از نو ساخت. یکی از تفکرات غلط و اشتباهی بود که در ذهن بعضی ها آمد و متاسفانه در این زمینه قدم هایی برداشته شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار می کند. به گزارش روزنامه السفیر چاپ لبنان، ظریف که به لبنان سفر کرده قرار است سه‌شنبه هفته جاری به دمشق سفر کند تا چهارشنبه با اسد دیدار کند. بنابراین گزارش سفر ظریف به چند کشور عربی از روز گذشته آغاز شد و تا چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. گفتگو در باره روابط دو جانبه و اجرای توافقنامه‌های امضا شده میان طرفین، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مبارزه با تروریسم، بحران سوریه و اجلاس بین‌المللی ژنو 2 از محورهای مذاکرات رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با مقامات ارشد لبنانی و سوری است. همچنین پیگیری حادثه تروریستی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان از دیگر برنامه‌های آقای ظریف در لبنان است.
فعالان سوری روز دوشنبه گزارش دادند گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش شهر ارقه در شمال سوریه را به کنترل خود درآوردند. این گروه پس از تصرف کامل این شهر 100 نفر از اعضای گروه النصره را اعدام کرد. عبدالله فراج عضو ائتلاف ملی سوریه گفت آزادی شهر ارقه در شرایطی که داعش کنترل کامل این شهر را به دست گرفته کاری سخت برای ارتش آزاد به شمار می رود. داعش همچنین شهرک تل ابیض در شمال سوریه و در مجاورت ترکیه را به کنترل خود درآورده است. در واکنش به این حادثه ترکیه گذرگاه مرزی با سوریه را برای مدت نامعلومی بسته است. گروه دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده پس از شکست در حلب و ادلب نیروهای خود را در این استان متمرکز کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است بودجه اختصاصی یافته از دولت مرکزی برای اقلیم خودگردان کردستان را در صورت ادامه تلاش مسئولان آن به صدور نفت به ترکیه بدون موافقت بغداد قطع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق هفته گذشته با اعلام از سر گرفته شدن صدور نفت خام به ترکیه از طریق خط لوله پیش بینی کرد که صادرات از پایان ماه ژانویه آغاز و در ماه‌های فوریه و مارس افزایش یابد. نخست وزیر عراق گفته است ترکیه نباید در مسئله مداخله کند که به حق حاکمیت عراق لطمه می‌زند. دولت مرکزی عراق و مسئولان اقلیم کردستان این کشور درباره نحوه تفسیر قانون اساسی درباره منابع نفت و روش تقسیم درآمدهای آن اختلاف نظر دارند. در همین راستا عراق سفیر ترکیه در این کشور را احضار کرد. حسن درویی معاون وزیر صنعت لیبی توسط افراد مسلح ترور شد. به گزارش رویترز منابع پزشکی لیبی با تایید مرگ وی اعلام کردند که وی در اثر اصابت بیش از 10 گلوله کشته شده است. از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی رهبر سابق لیبی، عبدالرویی نخستین عضو دولت انتقالی لیبی است که ترور می شود. عبدالرویی که عضو شورای ملی انتقالی لیبی بوده است، از زمان تشکیل دولت انتقالی معاون وزیر صنعت بوده و مقام خود را در کابینه علی زیدان نخست وزیر دولت جدید نیز حفظ کرده بود. آژانس مهاجران سازمان ملل اعلام کرد حدود 10,000 نفر از مردم سودان جنوبی بر اثر درگیری‌های اخیر به سوی سودان همسایه شمالی فرار کردند. بر اساس این گزارش، نیکولاس براس از مقام‌های ارشد آژانس مهاجران سازمان ملل در این باره تاکید کرده است حدود 32,000 نفر از مردم سودان جنوبی تاکنون به اوگاندا پناه بردند و 10,000 نفر دیگر نیز به اتیوپی و کنیا فرار کردند. درگیری‌های سودان جنوبی از 15 دسامبر آغاز شد. در این درگیری‌ها تاکنون 1000 نفر کشته و بیش از 230,000 نفر نیز آواره شدند. دو طرف درگیری در سودان جنوبی تحت فشار زیادی از سوی رهبران آفریقایی و کشورهای غربی برای دستیابی به توافق نهایی قرار دارند. کاخ سفید نیز حمایت از هر گروه درگیر در سودان جنوبی را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در گفتگوی توییتری با خبرگزاری تسنیم درباره حضور ایران در نشست ژنو دو گفت برای حضور در ژنو دو هر گروهی باید از سوی سازمان ملل دعوت شده باشد و با تشکیل دولت انتقالی موافقت کند. در رویدادی دیگر در رابطه با بحران سوریه نیروهای ارتش این کشور با پیشروی در بخش‌هایی از این شهر توانستند شمال آن را تصرف کنند. تحلیلگران بر این عقیدند که کنترل شهر حلب میتواند برگ برنده‌ای برای دولت اسد در کنفرانس صلح ژنو به شمار رود. وزرای خارجه کشورهای موسوم به دوستان سوریه که در حال حاضر برای شرکت در نشستی در پاریس به سر میبرند گفتند مذاکرات صلحی که قرار است در پایان ماه جاری میلادی در ژنو برگزار شود تنها راه رسیدن به راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران در سوریه است. حضور یا عدم حضور نمایندگان ائتلاف مخالفان دولت سوریه در این کنفرانس هنوز قطعی نشده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که کشورش در حال حاضر میزبان نشست پاریس است گفته است هدف از مذاکرات موسوم به ژنو دو ایجاد دولتی انتقالی با قدرت اجرایی کامل است که بتواند پاسخگوی خواسته های قانونی مردم سوریه باشد. در همین حال احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه که در این نشست شرکت کرده گفته است که بحران در این کشور وارد مرحله نهایی شده است.
آقای جربا گفته کشورهای موسوم به دوستان سوریه با این موضوع که بشار اسد و خانوادهش نقشی در آینده این کشور نداشته باشند موافق هستند. ائتلاف ملی سوریه که برای شرکت در نشست ژنو دو تحت فشار قرار دارد گفته است تا پایان هفته جاری در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. پیشتر والری آموس مقام سازمان ملل در امور بشردوستانه نگرانی عمیق خود را در قبال وضعیت مردم سوریه که تحت تأثیر درگیری‌های چندین ماهه بین دولت و شورشیان قرار گرفتند ابراز کرد. در همین راستا خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشته است که در گفتگوی توییتری با سخنگوی وزارت خارجه فرانسه وی به این خبرگزاری گفته است هر گروهی که با ژنو دو می‌آید باید با تشکیل دولت انتقالی موافقت کند. در رویدادی دیگر بنابر گزارش گروهی از فعالان سوری در شهر حلب، نیروهای ارتش سوریه با پیشروی در بخش‌های از این شهر توانستند شمال آن را که در دست شورشیان بود تصرف کنند. تازه‌ترین پیشروی ارتش سوریه در منطقه حلب 8 روز پس از آن صورت می‌گیرد که مخالفان اسد درگیر نبردی داخلی شدند که در آن از یک سو دولت اسلامی عراق و شام داعش و از سوی دیگر گروه‌های شورشی وفادار به ارتش آزاد یا حتی برخی دیگر اسلامگرایان مخالف اسد قرار دارند. نذیر الخطیب یکی از اعضای مرکزی رسانه‌ای حلب به خبرگزاری فرانسه گفته است دلیل موفقیت نیروهای دولتی مشخصاً درگیری‌های شورشیان با دولت اسلامی عراق و شام است که آنها را به خود مشغول کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است و به گروهی از مخالفان دمشق نزدیک است در گزارشی در روز 20 دی ماه از کشته شدن نزدیک به 500 نفر در درگیری‌های شورشیان سوری با خود طی هفته گذشته خبر داد. داعش اعلام کرده است که خون دیگر شورشیانی که با این گروه همراه نشوند حلال است. سخنگوی این گروه در پیامی گفته است که نیروهای دولت اسلامی عراق و شام شرابشان خون و تسلای آنها تکه‌های اجساد است. در آنچه می‌نوشند سیراب کننده تر از خون مرتدها نمی‌یابند. این کنفرانس در نهایت قرار است در بهمن ماه پیش رو در سوئیس برگزار شود. گروهی از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که کنترل شهر حلب می‌تواند برگ برنده‌ای برای دولت اسد در کنفرانس صلح ژنو به شمار رود. بنا به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه 130 هزار نفر در جنگ داخلی آن کشور که نزدیک به 3 سال است از آن می‌گذرد کشته شدند. محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی از برخی مسائل مالی منتقل شده از مدیریت گذشته این سازمان پرده برداشت که فقط در یک مورد آن کل بودجه اسمی یک ساله این سازمان نشانه گرفته شده است. نجفی با بیان اینکه در این سازمان در مدیریت بقایی و مشایی فسادهای میلیاردی صورت گرفته گفته است اولین نامه به بدهی بیش از 120 میلیونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 89 به هتل هما در شیراز مربوط بود. وی افزوده است در یک مورد دیگر فردی مدعی شده که برای انجام کاری 2 میلیارد تومان طلبکار است و در نهایت از دادگاه برای ما حکم 123 میلیارد تومانی گرفته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی علت اصلی فساد در این سازمان را مدیریت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی دانسته و گفته این افراد با کمک محمود احمدی نژاد عملا این نهاد را به ملک شخصی خود تبدیل کرده بودند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید بابک زنجانی در سایه تحریم و با کمک اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق امکان فروش و جابجایی نفت را پیدا کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، منصور حقیقت‌پور شبکه‌های نامرئی فساد در سیستم اداری را عامل افزایش رانت‌خواری دانست و افزود کمیسیون امنیت ملی باید این موضوع را بررسی کند و با اشاره به پرونده شهرام جزایری درباره نقش تحریم‌ها در افزایش رانت و فساد اداری گفته است تا پیش از اجرای تحریم‌ها هم ویژه‌خواری در کشور وجود داشت اما در دوره اجرای تحریم‌ها ویژه‌خواری‌ها در کشور افزایش پیدا کرد. بابک زنجانی پس از ماه‌ها جنجال خبری و سیاسی روز دوشنبه 9 دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد که این بازداشت با حمایت رسانه‌های دولتی و سکوت رسانه‌های سپاه مواجه شد. مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی در اولین نشست مشترک وزیر و معاونان این وزارتخانه گفته است
در دولت قبل 3000 نفر بدون آزمون وارد دوره دکترا در دانشگاه کشور شدند. وی ملاک پذیرش این افراد را از سوی دولت قبلی ایمان، تقوا و اعتقاد به اسلام دانسته است. مایسان بختیاری و جزئیات بیشتر. با پایان دولت محمود احمدی نژاد هر روز ابعاد تازه‌تری از تخلفات غیرقانونی صورت گرفته در دولت وی آشکار می شود. هرچند که برجسته نمایی تخلفات صورت گرفته نه در زمان خودش بلکه در زمان اکنون و بسیار پس از آن شاید نوعی گروکشی سیاسی محسوب بشه، اما به هر حال در کشاکش و رقابت میان دولت مردان جمهوری اسلامی گاه این فرصت پیش میاد برای افکار عمومی تا با لایه‌های پنهان تخلفات صورت گرفته توسط دولت مردان قبلی بیشتر آشنا بشند، هرچند که این گونه افشاگری ها بیشتر شاید شبیه نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد. در آخرین و تازه ترین این رویدادها مربوط به تخلفات دولت محمود احمدی نژاد، آقای مجتبی صدیقی معاون وزارت علوم در دولت حسن روحانی گفته که در دولت آقای محمود احمدی نژاد 3000 نفر بدون گذراندن آزمون ورودی در دوره دکترا در دانشگاه کشور مشغول به تحصیل شدند. به گفته آقای صدیقی ملاک پذیرش این افراد از سوی دولت بیشتر تقوا و اعتقاد به اسلام و ایمان بوده. اونطور که آقای صدیقی میگه به این 3000 نفر از سوی دولت محمود احمدی نژاد بورسیه دانشگاه خارج از کشور داده میشه، ولی اونها بلافاصله این بورسیه رو تبدیل به بورس دانشگاه داخل کشور میکنن و در دانشگاه کشور مشغول به تحصیل میشن. یکی از سایت‌های نزدیک به حکومت در این رابطه گفته که در آخرین آزمون برگزار شده در دوره دکترا در ایران حدوداً 218000 نفر شرکت کننده در این آزمون شرکت کردند که تنها 10809 نفر اونها موفق شدن این آزمون رو با موفقیت پشت سر بگذارن و مشخص است که این 3000 نفر هم در واقع دانشگاه روزانه کشور و در میان این دانشجویان مشغول به تحصیل هستند. همینطور باز بنا به گفته این سایت نزدیک به حکومت گفته که به هر حال دیر یا زود این 3000 نفر که بدون داشتن بار علمی و گذراندن آزمون دوره دکترا وارد دانشگاه شدن فارغ التحصیل خواهند شد و در عرصه‌های مختلف کشور از جمله سیاست به کار گمارده میشن و سرانجام روز این افراد با تکیه بر همین مدارک دانشگاهی بر سر همه ما خراب خواهند شد. در واکنش به همین خبر هم آقای کمال‌الدین پیر مؤذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم گفته که بسیار از نمایندگان مردم و حتی وابستگان و نزدیکان این نمایندگان مورد عنایت وزارت علوم در دولت قبلی قرار گرفتند و بدون داشتن بار و پشتوانه علمی و شرایط لازم در بسیار از دانشگاه معتبر کشور مشغول به فعالیت شدند. البته آقای مجتبی صدیقی معاون وزارت علوم گفته که تصمیمات اصلاحی در وزارت علوم گرفته شده و بعد از این وزارت علوم اجازه نخواهد داد که هیچ فردی بدون گذراندن دوره آزمون دوره دکترا وارد دانشگاه بشه و یا حتی بتونه که بورس دانشگاه خارجی رو تبدیل به بورس دانشگاه داخلی بکنه. اما به هر حال به نظر نمیرسه که آقای مجتبی صدیقی و دیگر مسئولین و معاونین در وزارت علوم دولت حسن روحانی تصمیم داشته باشند که این موضوع و تخلف صورت گرفته رو پیگیری بکنن یا دست کم مانع ادامه تحصیل این 3000 نفر بشن که به گفته آقای صدیقی به صورت غیرقانونی وارد دانشگاه شدند. مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم دولت روحانی اعلام کرد در صورت آغاز به کار مرکز آموزش‌های زبان دانشگاه احمدی نژاد، وزارت علوم هم از مسیرهای قانونی وارد عمل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسینی درباره اقدام جدید دانشگاه احمدی نژاد و آغاز ثبت نام مرکز آموزش‌های زبان خارجی این دانشگاه گفت مدرک دانش آموختگان این دوره ها به این دلیل که مجوز برگزاری دوره دریافت نشده از سوی وزارت علوم ارزیابی علمی نخواهد شد. دانشگاه احمدی نژاد به تازگی اعلام کرده است ثبت نام مرکز آموزش های زبان انگلیسی، ترکی، استانبولی و آلمانی این دانشگاه آغاز شده و دانشجو میپذیرد. وزارت علوم پیش از این اعلام کرده بود که دانشگاه موسوم به ایرانیان منتسب به محمود احمدی نژاد مجوز ندارد.
پس از آنکه هفته گذشته رئیس دیوان عدالت اداری احمدی نژاد و دولتش را صراحتاً دروغگوترین و قانونگریزترین دولت معرفی کرد، سلمان صفوی رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح هم میگوید دولت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته مملکت را به رکود و فلاکت کشاند. صفوی به صراحت گفته سیاست‌های غیر کارشناسی دولت گذشته در حوزه سیاست خارجی به تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران منجر شد. به گفته صفوی مدیرانی که در طول 8 سال گذشته اقتصاد مملکت را به فلاکت کشاندند و اموال بیت المال را با سوء مدیریت تخریب کردند باید محاکمه شوند. رئیس آکادمی مطالعات ایرانی در لندن همچنین گفته است مخل امنیت ملی کسانی هستند که مملکت را در مسائل اقتصادی و سیاست خارجی به این وضعیت کشاندند و با گسترش فقر و فساد به امنیت عمومی جامعه آسیب رساندند. جشن شب چله هفته‌نامه چلچراغ قبل از برگزاری به دستور دادستانی عمومی و انقلاب تهران لغو شد. این مراسم قرار بود شب گذشته در سالن همایش برج میلاد تهران برگزار شود که مسئولان حراست این مرکز اعلام کردند به دستور پلیس نظارت بر اماکن عمومی این جشن برگزار نخواهد شد. سایت گفتگو نیوز بر اساس شنیده های خود گزارش کرده محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مهمان ویژه این برنامه بوده است. این جشن قرار بود پس از 6 سال برگزار شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به حضور اصلاح طلبان در مجلس دهم هشدار داد. در این خصوص علی مطهری نیز روز گذشته وقایع سال 88 را اعتراض مدنی نامید و شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیت را مجرم نخست انتخابات آن سال اعلام کرد و گفت مردم گفته‌های 4 سال گذشته نظام درباره این وقایع را نپذیرفتند. دهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند ماه سال 94 برگزار خواهد شد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به حضور اصلاح طلبان در مجلس دهم هشدار داد و گفته است با روی کار آمدن دولت حسن روحانی یخ اصلاح طلبان در حال آب شدن است. محمد رضا باهنر گفت خطر تغییر جریان در مجلس آینده وجود دارد. یخ اصلاح طلبان با آمدن دولت جدید در حال آب شدن است. برخی فتنه‌گران می‌خواهند فتنه جدیدی را به وجود آورند. به همین دلیل هیچگاه نباید فتنه 88 و 9 دی ماه را فراموش کرد. به دنبال رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان در 3 دوره انتخابات مجلس‌های 7، 8 و 9، اصولگرایان توانستند اکثریت کرسی‌های این 3 مجلس را در اختیار داشته باشند. شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس 4 و پس از تغییر قانون انتخابات نقش نظارتی خود در انتخابات مجلس را استصوابی اعلام کرد و در هر دوره از انتخابات مجلس صلاحیت شماری از داوطلبان را رد کرد. شمار زیادی از نمایندگان مجلس 6 که اکثریت آن در اختیار اصلاح طلبان بود برای انتخابات مجلس 7 رد صلاحیت شدند. 139 نماینده مجلس 6 از جمله نایب رئیسان در اقدامی بی سابقه در تاریخ مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این اقدام دست به تحصن زدند، اما این تحصن باعث تغییر رأی شورای نگهبان نشد. همزمان با اظهارات محمد رضا باهنر در خصوص حضور اصلاح طلبان در ترکیب مجلس 10، رسول منتخب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفته است که اصلاح طلبان با 1 لیست واحد در انتخابات مجلس 10 شرکت خواهند کرد. حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز گفته است این حزب در قالب ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان برای انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی لیست ارائه می‌دهد. حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در مجلس و نگرانی اصولگرایان از این موضوع در حالی است که هنوز سایه حوادث انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 88 سنگینی می‌کند و 2 تن از کاندیداهای آن زمان یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند. در این راستا محمد جواد لاریجانی در برنامه تلویزیونی خطاب به علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گفت فتنه ختم شد و در 9 دی ماه مهر پایان هم به آن زده شد. جواد لاریجانی گفت که علی مطهری فتنه را در حد یک دعوای داخلی می داند که این درست نیست. ماهیت فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بود.
در واکنش به این سخنان هم علی مطهری نامه سرگشاده نوشت و جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه را متهم کرد که در ارتباط با اعتراضات سال 88 خود را به ندانستن و غفلت زده و دچار زکام سیاسی شده است. مطهری همچنین با بیان اینکه ما خودمان آقای موسوی را به آن سمت هل دادیم درباره نحوه برخورد حکومتی با مسئله اعتراضات 88 گفت که وضعیت فعلی عادلانه و قابل دوام نیست. وی افزود که خودتان هم احساس میکنید که مردم همه آنچه را که به طور یک طرفه در این 4 سال گفتید نپذیرفتند. او از لاریجانی پرسید اگر فتنه ختم شده است چرا در ایام 9 دی ماه امسال همفکران شما در رسانه ملی و رسانه های همسو این همه جنجال آسمان ریسمان کردند که حق با ما بود و اگر فتنه ختم شده است چرا اینقدر درباره آن سخن میگویید؟ این نماینده مجلس همچنین از جواد لاریجانی پرسیده اگر فتنه خشم شده است حکم مجازات آقایان موسوی و کروبی و احمدی نژاد چیست و در کدام دادگاه صالح صادر شده است. علی مطهری در هفته‌های اخیر بارها مواضعی خود در مورد شیوه برخورد حکومتی با مسئله اعتراضات 88 را تکرار کرده است که این امر باعث اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به تازگی با اشاره به انتقادات علی مطهری به نحوه برخورد قوه قضاییه با موضوع اعتراضات 88 انتقادهای این نماینده مجلس را قدری تحقیرآمیز نامید، اما گفت که اعلام جرم برای این حد انصار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. 4 درویش گناه‌بادی محبوس در بند امنیتی زندان عادل‌آباد شیراز در حالی 9 ماه را در حالت بازداشت موقت سپری می‌کنند که دادگاه آنها برای 2مین بار به تعویق افتاده است. به گزارش مجذوبان نور، محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد صادقی و محمد علی دهقان دراویشی هستند که به اتهام تشکیل گروه تروریستی علیه نظام، شرکت در تجمعات به قصد براندازی و محاربه با خدا به مدت 9 ماه با تمدید قرار بازداشت از سوی قاضی پرونده در زندان به سر می‌برند. علت به تعویق افتادن جلسه دادگاه 2 مهرماه و 17 دی ماه به ترتیب عدم حضور قاضی پرونده و تعطیلی دادگاه انقلاب شیراز اعلام شده است. محمد شریعت مداری معاون حسن روحانی دلایل فنی، سیاسی و امنیتی را عامل تأخیر در پرتاب ماهواره شریف سات اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شریعت مداری گفته است ماهواره های تدبیر، شریف سات و فجر همه در مرحله نهایی و آماده پرتاب هستند و به ترتیب و با اتمام تست های فنی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. پیش از این برخی از سایت های خبری از توقف پرتاب ماهواره شریف سات خبر داده بودند. رسانه های ایران میگویند ماهواره شریف سات با ماموریت عکسبرداری از زمین به فضا ساخته شده و طراحی آن که وزن کمتر از 50 کیلوگرم دارد حاصل فعالیت های علمی و پژوهشی بیش از 100 نفر از دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت اگر کشورها و شرکت‌های غربی مطابق اصول شناخته شده بین‌المللی در حوزه ایمنی هوانوردی به تعهدات خود عمل نکنند، برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، علیرضا جهانگیریان گفته است سازمان هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران و رعایت پروتکل‌های ایمنی بین‌المللی به صورت جدی به شرکت‌هایی که در ارائه خدمات تعهد داده شده تعلل کنند هشدار می‌دهد که تحت هیچ شرایط این قصور را نمی‌پذیرد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزوده است ما موظف به نظارت بر حفظ ایمنی پروازها هستیم و در این راه از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره خواهیم گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه 23 دی از احتمال لغو کامل برگزاری نمایشگاه مطبوعات سال 92 خبر داد. وی که در حاشیه 10مین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره علت این تصمیم گفته است دولت نوپاست و در طول چند ماه گذشته با بررسی ساختار وزارتخانه ها تلاش کرده است افرادی همگام با دیدگاه های دولت انتخاب کند و در این شرایط برگزاری برخی نمایشگاه ها با تأخیر روبرو می شود.
نمایشگاه بین المللی مطبوعات آبان ماه هر سال در تهران برگزار می شود. اما محمد رضا احمدی، مدیرعامل مؤسسه و مجری این نمایشگاه، مهر ماه گذشته از تأخیر 3 ماهه در برگزاری 20مین دوره نمایشگاه مطبوعات خبر داده بود. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. از طرف خودم و تحریریه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.